تو را سیواران باشه مراسای لد یعقوب در ادامه قوانی شبات قانون دوختن و باز کردن دوخت. کسی که کوک میزنه دو تا کوک رو در شبات خیابه، یعنی که وارد میکنه سوزن رو با نخ داخل پارچه چیزی فرو میبره بیرون بیاره و دوباره فرو میبره و بیرون بیاره، میشه دوتا کوک زدن. و به چه شرطی خیابه؟ به شرطی که گره زده باشه ابتدا و انتهای اون دوخت رو، به خاطر که دوخته ول نشه در بره. و حتی اگه گره زده که گره موندگار نیست، مثل حالت گل زده، برای چون دوخته پاورجا میمونه از جنبه یه دوخت خیاب شده. و اگه گره موندگار میزنه و از جنبه گره زدن هم یکی دیگه از سیونوکار، اونم خیاب شده. اگه دوتا کوک زد ولی گره نزده ابتدا و انتهای نخ رو، با وجود که کار آسوری انجام داده، با این حال معافه از جریمه، چرا که دوختش پا بر جا نمیمونه. با حال گفتیم ایسور از زمانه انجام داده. اما اگه کوک زد بیش از دوتا کوک، سه تا یا بیشتر، با وجود که گرم نزده، اینجا دیگه اون دوخته موندگار باقی میمونه و به این شکل از جنبه ایسور شبات خیاب شده. آسوره که بکشه نخ دوخت رو، نخ دوختی که شور شده، به خاطر که دوخت رو سفتش بکنه، کوکی زده مثلا شور شده حالا بکشه که سفتش بکنه. و اصلا که میگن که آسوره همچنین که بکشه نخی که متصل میکنه دکمه رو به لباس، دکمه رو که به لباس سوختن، حالا اونه که سنتی معمولا اگه بکشه اصلا باز میشه و دکمه میفته، اما دوخته معمولی نخه رو میکشه اون صفت میشه و سر جاش باقی میمونه، این مثل دوختن محسوب میشه و ممنوعیت داره. تو حالتی که گره هست که شور شده، مثلا بنده سی سیت روز شعبان نگاه میکنه میبینه گره آخر شور شده، مجاز نیست که روز شعبان اون رو بکشه و صفتش بکنه، و از جنبه گره زدن در واقع گره محکم و صفت میشه، موندگار میشه، ایسور گره زدن هست که واقع میشه. مجازه که متصل کنه در روز شعبان با سوزن یا سنجاق، که سنجاق خب دیگه نخی نداره، دو تا تیکه لباسو یا حالا درزی باز شده و جای نگرانی نیست که از جنبه که حالا فقط یه سوزن سنجاق یا حتی سنجاق قفلی میزنه که این درز لباس که باز شده کنار هم دیگه قرار بگیره، با وجود که حالا اون سوزن سنجاق رو چندی بار تو پارچه فرو میبره و بیرون میاره، ممنوعیت ایسوری از جنبه دوختن بهش نخورده و چنین امری مجاز است. و همینطور مجازه که متصل بکنه دو بخش لباس رو که از هم جدا شده به وسیله سنجاق قفلی، حتی گفتیم با چندین بار این که نکم سوزنه رو داخل پارچه فرو میبره. بنابراین اگر میخواد که دکمه ای رو که افتاده متصل کنه به لباس به وسیله سنجاق قفلی، یا یعنی اینکه پارگی که تو لباس ایجاد شده رو به وسیله سنجاقی یا سنجاق قفلی به هم دیگه متصلش بکنه، مجاز که این کار رو در روز شعبات انجام بده. اون نخی که دور تا دور کلاهای پالتو وجود داره یا بارونیا، کاپشنها، اینها که موقعی که هوا سرد یا داره بارون میاد، هم کلاه رو که رو سر گذاشته نخواهد دو طرف میکشه و کلاه دور سر سفت میشه قشنگ، به این شکل مجازه که اینو بکشه یا شلش بکنه در شبات، که با وجود که موقعی که اون نخ رو از دو طرف میکشه کلاهه جمع میشه و سفت میشه دو تا دور سر، و موقعی که شلش میکنه باز میشه این چین خوردگی ها و آزاد میشه، اینجا جای نگرانی از جنبه ایسور دوختن در روز شبات وجود نداره، چون که بعد از قبل از شبات داخل اونجا برده و دو تا چیز رو به هم دیگه متصل نمی کنه، فقط اینجا جمع می کنه و تا یه عدی کلاه رو باز کنه از دور سر. در موردی که ضرورت داره مجازی که متصل بکنه کلاه رو به پالتو، به بارونیش، به کاپشنش، به وسیله زیب، کاپشن های اصلا که حالا کلاه زیب داره، معمولا وقت که هوا خوبه
ممکنه کلاه رو باز کرده باشه از کاپشن و الان میبینه امروز داره بارون میاد، میخواد دوباره از طریق زیب کلاه رو به کاپشنش متصل بکنه، این ماموریت و ایسوری در روز شعبات نداره، همینطور مجازه که کلاه رو به پالتو یا لباسه دیگه که کلاه داره متصل کرد و صد البته که مجازه که متصل کنه کلاه رو به او کاپشنش یا پالتوش به وسیله دکمه که همینجوری داخل دکمه و مادگی داره یا از دکمه های فشاری هست تیکتاکا به این شکل متصل بکنه. زیبا هم که بله ابتدا گفتیم آسوره که قرار بده پر رو داخل بالش که به این شکل بالش آماده بکنه یا اگه تشکی به این شکل بوده و همه اینها به شرطی که از ابتدا اون پره داخل این بالشه نبوده، اما اگر بالشی بوده که بالش پر هست حالا یه گوشهش پاره شده امیده از پرها روز شبات خارج شد، مجازه که اون پرها رو به داخل بالش برگردونه اما روز شبات دوخت یا کوک نزنه، میتونه با سنجاقفی چیزی فعلا متصلش کنه تا پایان شبات که بعدا مکم بدوزدش. از این بالش های پلاستیکی که بادش میکنه هم میبندنش و حالا عنوان پشت گردن قرار میدن یا روش میشینن، چنین حالت هایی مجازه که اون روز شبات بادش بکنه که قابل استفاده باشه و جایی که ضرورت داره میشه سبک در این مورد، حتی اگر اون بالشه رو یا تشک رو با تلمبای دستی بادش میکنه. مزالک ارجه اینه که آقا منا به روشو اگر فکر میکنم که نیاز به اون بالش یا تشک داره و بعد با تلمبه بادش بکنه از قبل از شبات روز جمعه این کار رو انجام بده که برای شبات اون تشک یا بالش آماده باشه و دیگه نیاز به کار بیشتری در روز شبات نباشه. کسی که میچسبونه کاغذ رو دو تیکه کاغذ رو با چسب یا سرش چسبایی که حالا صحافا به کار میبرن همه اینها زیر مجموعه دوختن محسوب میشه، چرا که تو دوختن دو تیکه پارچه رو با همدیگه متصل میکنیم، جمع دو تیکه کاغذ با همدیگه متصل میشه و ممنوعیت و ایسور داره در روز شبات. و همینطور کسی که باز میکنه کاغذهایی که با همدیگه چسبیده بودن یا دو تیکه چرمی که با همدیگه چسبیده است، این زیر مجموعه پاره کردن هست و خیابه. جنبندی کلی بکنیم حالا از جنبه دوختن این که اگر نخی از ابتداش گره خورده همین که انسان حداقل دو تا کوک بزنه دوبار داخل پارچه فرو بره و بیرون بیاره دوباره تکرار بکنه این کارو و انتهاش هم یه حتی گلی بزنه، چون دیگه این کوک ثابت مونده خیاب از تو راست و اگه سه تا کوک یا بیشتر میزنه حتی اگه ابتدا هم رو گره نزده چون موندگار هست ممنوعیت داره. هر جنبه‌ای که دوخت محسوب میشه باز کردن اونم به نیت دوخت مجدد در روز شبات ممنوعیت پیدا میکنه. چسبوندن هم زیر مجموعه اون هست که انسان باید چنین مواردی دقت بکنه.